روزی که به عنوان نامزد انتخابات 1400 برای ثبت نام به وزارت کشور آمد، در مقابل خود تنها یک رقیب می‌دید. من خود را رقیب فساد، ناکارآمدی و اشرافیگری می‌دانم. رقیب جناح‌های سیاسی و رقیب این گروه و اون گروه نیستم. نام دولت مردمی ایران قوی را انتخاب کرد. این دولت به عنوان دولت مردمی انشالله اونچه که رقم خواهد زد ایرانی قوی خواهد بود. و دلیل حضورش در سخنرانی‌هایش، در فیلم‌های تبلیغاتیش و شعار اصلیش چند کلید واژه: مبارزه با فساد، عدالت و مبارزه با فساد. موضوع مهم اجرای عدالت. محور عدالت. مردم با نداشتن میسازند، اما با تبعیض هرگز. از خراب کردن خانه بر سر مفسدین حالا میخواهد به خانه سازی برای محرومین برسد. محدوده شهرها زمین بسیاری که دست ادارات و سازمان هاست میشینا را آزاد کرد. کسی که قفل تولید را در کارخانه ها باز کرد میخواهد رگهای بسته اقتصاد کشور را نیز باز کند. این ائتلاف بین دولت مردمی و بین تولید کنندگان عزیز باشه. وضع موجود را با فاصله زیاد از انقلاب اسلامی میداند. ما مواجهیم که 40 سال از انقلاب گذشته، خیلی از اون آرمانهایی که امام فرمودن، خیلی از اون فرازهای بلندی که قانون اساسی داره، خیلی از اون چیزایی که تو وصیت‌نامه بچه‌ها نوشته شده، خانواده‌هاشون احساس میکنن انجام نشده و تصمیم دارد اعتماد از دست رفته را دوباره بازگرده. از مسائل مهمه بورس این خدشه‌دار شدن اعتماد مردمه. این اعتماد رو ما باید برگردیم. گفته میخواهد به دور از حاشیه و مطلق‌گویی، گرفتار حاشیه ها نخواهند، کشورداری کند. مگه با چهار تا مطلق گفتن این مسئله کشور حل میشه؟ مسئله کشور اگه حل میشد خب حل میشد. کسانی که مطلق گفتن همین وضعیت و شرایط پیش رو هست که پیش روی همه هست. خب ببینن، اصلا گفت بدون شهر، بدون شهر، بدون شهر. برای قوه اجرایی خطکش و میزان هم دارد. ما شاخص داریم برای اداره جامعه، شاخصمون امامه، شاخصمون خواست شهداست. با این شعارها و وعده‌ها بود که آقای سید ابراهیم رئیسی در 28 خرداد با بالاتر از 18 میلیون رأی به عنوان رئیس جمهور دولت 13 ایران انتخاب شد. آقای رئیسی قبل از آنکه به صورت رسمی کابینه اش را بچیند، برای استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان در انتخاب اعضای کابینه، سامانه اینترنتی با نام یاران رئیسی راه اندازی کرد تا مردم و صاحب نظران در معرفی وزرا و مسئولین مشارکت کنند. حتما پیشنهادات خودتون رو نسبت به اشخاص مختلف ارائه خواهید داد. محور شایسته سالاری خواهد بود انشاءالله. در کنار راه اندازی این سامانه از قبل نیز سه ویژگی را برای انتخاب مدیران در نظر گرفت: یک، مردمی بودن، دو، ضد فساد بودن، سه، روحیه انقلابی داشتن به معنی که اهل ما میتوانیم باشه. آقای رئیسی در 40 روز گذشته نیز بیکار ننشسته بود و جلسات متعددی با وزرا و کارشناسان برگزار کرد. در دیدار با اقتصاددانان ضمن شنیدن پیشنهادات و راهکارها برای وضع معیشت، عوامل غیر اقتصادی وجود داره که به شدت عوامل اقتصادی تأثیر میذاره. از جراحی در بخش اقتصاد گفت. بالاخره اگه یک جایی ضرورت داره جراحی صورت بگیره و این جراحی مبتنی بر یک کار علمی است، خب طبیعتاً جراحی صورت میگیره. اما در یک جایی هم لازم با یک شیب لازمی این کار انجام بگیره. همچنین در دیدار مسئولان مبارزه با فساد، راهکارهای جدی و عملی مقابله با فساد را بررسی کرد و در دیدار با فعالان حوزه مسکن، اولین آجر ساخت 1 میلیون مسکن در سال را گذاشت. این ظرفیت رو در کشور و توان کشور ما میبینیم که بشه 1 میلیون مسکن رو در سال ساخت. رئیس دولت 13 همچنین در بحران بیابی خوزستان منتظر دریافت حکم رسمی نماند. ما باید با مردم حرف بزنیم، باید مردم رو در واقع محرم بدانیم به این که امروز یک کمبودی به هر دلیلی، حالا ای که کمبودها یک دلایلی داره هر کدوم،
یه دلایل طبیعیه، یه دلایل مشکلات دیگه وجود داره، اما اینو باید با مردم سخن گفت و با کارشناسان شورای راهبردی برای حل مشکلات خوزستان تشکیل داد. استانداران ویژه‌ای انتخاب خواهیم کرد که بینا میدون میدیم که بتونن حضورشون متناوباً در دولت و توجه دادن دولت و دولت مردان به مسائل منطقه‌ای در اولویت قرار بگیره. دیدار با مراجع، با نمایندگان مجلس، دیدار با مقامات بین المللی و منطقه‌ای، دیدار با کودکان کار، دیدار با خانواده شهدا و دیدار با مسئولان و کارشناسان حوزه واکسن، همه از شروع به کار سریع امور اجرایی توسط آقای رئیسی حکایت دارند. آقای رئیسی کار بسیار سختی را پیش رو دارد. کشور را در اوج موج پنجم کرونا و در شرایطی که تعداد فوتی‌ها به روزانه بیش از 400 نفر رسیده تحویل می‌گیرد. آقای رئیسی در شرایطی سکان اجرایی کشور را در دست می‌گیرد که عدد تورم هم اکنون به بالای 44% و میزان نقدینگی به 4500 هزار میلیارد تومان رسیده و تولید در رکود سنگینی به سر می‌برد. رئیس دولت 13 در چنین شرایطی پا به پاستور می‌گذارد و خود بهتر از هر کسی می‌داند که فرصت را نباید برای لحظه‌ای از دست دهد. به همین دلیل رئیس جمهور جدید برنامه تحولی خود را آماده کرده است. برنامه دولت برنامه تحول، این تحول مستند است به سند بسیار ارزشمند بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. در این سند که رهبری فرزانه انقلاب اسلامی بسیار حکیمانه نوشتند، هم وضع موجود به خوبی ترسیم شده، هم وضع مطلوب. ما باید وضع موجود و مطلوب رو دقیق ببینیم و فاصله وضع موجود با مطلوب را کمتر و کمتر کنیم. اگرچه نباید توقعات از دولت 13 بیش از امکانات و توانایی‌های کشور باشد، اما مردم از رئیس جمهور جدید و دولت مردان وی انتظار عبرت گرفتن از برخی مسائل گذشته، به خصوص اعتماد نادرست به غرب و دیدن توانایی‌ها و امکانات داخلی، به خصوص ظرفیت جوانان و حضور در میدان و صحبت کردن رو در رو با مردم و پیگیری جدی مشکلات خود را دارند. رئیس جمهور یعنی خادم همه جمهور و خادم همه مردم. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.